تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ان تغنی بالهدا و الهن تقوی. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره ای. هر آیه چند دقیقه؟ دوربر 5 دقیقه. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 9 رسیدیم و آغاز سوره انفالیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ای پیغمبر، درباره انفال از تو سوال میکنن. انفال هم غنایم جنگی، هم اموال عمومی مثل جنگل‌ها، دره‌ها، نیزارها، مواد، معادن، اینا هم از انفال هم. یسألونک عن الانفال، از غنایم جنگی و از اموال عمومی سوال میکنن که اینا مال کیه. قل الانفال لله، بگو انفال مال خدا و رسوله، لله و رسول. فاتقوا الله، پس تقوا داشته باشید و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از خدا و رسول اطاعت کنید اگر ایمان دارید. در قرآن بالای 100 بار واژه سوال و مشتقاتش به کار رفته و حدود 15 بار کلمه یسالونه که هست. همه چیز از پیغمبر می‌پرسیدن. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الانفال. این پیداست که دین ما دین جامعیه، همه چیز از رهبرش می‌پرسن. از حلال می‌پرسن تو از خون حیض، از بیابونان برسن تا از ماه ذی‌الحجه، عن الشهر الحرام. یسالونه که مازان ینفقون، چی انفاق کنن. این سوالهای مختلف اینه که یکی که رهبر در دسترسه، راحت مردم میتونن از سوال کنن، یه نکته. یکی این که مردم، یعنی پیغمبران، مرجع علمی مردم بودن. یسالونه که یعنی انفال. انفال جمع نفع به معنای زیادی و عتیقه، ولذا به اولادم میگن نافله. و وهب ناله اسحاق و یعقوب نافله. ما به حضرت به پیغمبر، به حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب دادیم به عنوان نافله. به اسم از اوش نافله یعنی عتیقه. البته نافله مثلا نماز نافله یعنی مازاده بر نماز واجب. گاهی هم به معنی منفی هم دارم، مثلا میگن قضا رو نفله کرده. نفله از همون نفل و نافله و انفال، یعنی غذا رو زیاد مصرف کرده. خب قبل از اسلام جوری بود که غنایم جنگی رو بر اساس تبعیضات تقسیم میکردن. اگر جنگی بود غنایمی به دست میابردن رون به نور چشما بیشتر میدادن. در جنگ بدر، اولین جنگی بود که در سال دوم هجری برای مسلمان رخ داد و در این جنگ مسلمان پیروز شدن، غنایم خوبی گرفتن. پیغمبر خودش شخصا غنایم تقسیم کرد و همه رو با عدالت و مساوات تقسیم کرد. البته این عدالت خوشایند عده‌ای نبود. خب گرچه آیه مربوط به غنایم جنگی و انفاله، ولی غنایم جنگی رو به یعنی کلمه غنمتم، غنایم رو بیشتر به غنایم جنگی میگن و موردش هم جنگ بدره، اما خصوصیت نداره. حالا امام صادق فرمود که سهم خدا از انفال زیر نظر پیغمبر است. یسالونک عن الانفال،
سوال میکنن این بیابون ها و جنگل ها و معدن ها و همین نفت مال کیه؟ مثلا نفت هم جز انفال هست، از معادن دیگه. سوال میکنن این اموال مال کیه؟ اموال عمومی مال کیه؟ میگه بگو مال خدا و رسوله، که اون چه مال خداست زیر نظر رسول باید خرج بشه. حکومت اسلامی بودجه میخواد و انفال پشتوانه حکومت اسلامیه. اینه که میگن مال خدا و رسوله، خدا که نیاز مال نده، خودش آفریده. رسولم برای شخص خودش نیست، برای مقام رسالتشه. مقام رسالت مثل دادگستری که مال مقام قاضیه، اداره دادگستری ملک قاضی نیست، جایگاه قضاوته. یعنی اموال عمومی باید در راه اهداف الهی زیر نظر رسول خدا خرج بشه. یسالونک عن الانفال، سوال میکنن جنگل ها و معدن ها و بیشه ها و نیزار ها و اینا مال کیه؟ بگو اینا مال خدا و رسوله. از همین معلوم میشه که اسلام در شؤون اقتصادی هم دخالت میکنه. این که مثلا ما بگیم که از یه حرفای سکولار بزنیم، یا مثلا بگیم دین از سیاست جداست، دین فقط یه رابطه فردیه بین انسان و خدا، اینا حرف مفته. تو قرآن از مسائل نظامی میپرسن، از مسائل اقتصادی میپرسن، از مسائل سیاسی میپرسن و همه رو جواب میدن. دین ما دین البته رابطه فردی هم هست. یبیتون لربهم سجدن و قیام و شب تا صبح در حال سجده و گریه و مناجات و سجدن و بکیام داریم، سجده و گریه، سجده و احیا. خب اینا هست، ولی کنار این مسئله اقتصادی یه مسئله خانوادگی رو مطرح میکنه، یا مسئله اجتماعی رو میگه و اصلح و ذات بین کن. این مهندسی قرآن خیلی آدمو کلافه میکنه که یه سری چیزهای رو پلوهم میذاره. طب سوال میشه از انفال، فوری میگه و اصلح و ذات بین کن. شاید میخواد بگه یه بخشی از این پول یا این پولها صرف اصلاح جامعه بشه، اصلاح ذات بین، این مشکلات باید حل بشه، گیر و گورهایی که تو جامعه ها باید حل بشه، دست به اصلاح، یعنی پولها رو خرج اصلاحات کنید. کلمه اصلاح ذات البین یعنی دو نفر که با هم قرن میگه کسی بتونه اینا رو آشتی بده، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. از یک سال نماز و روزه مستحبی ثوابش بیشتره. و امام صادق علیه السلام به شاگرد خودش مفضل گفت که اگر بین دو نفر از طرفداران ما نزاعی پیش اومد، از مال من خرج کن و اونا رو آشتی بده، من بهت میدم، یا این پولا رو بگیر پلوت باشه خرج کن. خب بعضی از مراحل به قدر اصلاح ذات البین واجبه که میشه از بیت المال هم بر اونها استفاده کرد. و اینم که ذات البین و اصلاح ذات البین و کنار انفال گذاشته، این میشه ازش استشمام کرد. بوی اینو داره که اموال عمومی درآمدش خرج اصلاح ذات البین بشه. چون الان بسیاری از فتنه ها به خاطر مشکلات فقره. چقدر زنها طلاق میگیرن، از شوهرها جدا میشن، چقدر افرادی خیلی مشکلات اجتماعی به خاطر مشکلات اقتصادیه. اون پول خرج اونجا بشه. کما این که من تو فکر میکنم که علت این که یکی کلمه شاید بگم، شاید این که نماز و زکات هم به هم چفت شده، یعنی 27 آیه قرآن نماز و زکات به هم چفت شده، یقیمون الصلات یؤتون الزکات، اقیموا الصلات آتوا الزکات، شاید، البته اینو به عنوان شاید میگم، تو تفسیرا ندیدم، شاید بخاطر اینکه نماز خرج داره. الان شما خواسته بشه تو جمهوری اسلامی نماز برقرار کنی، حدود 90,000 تا مدرسه، 90,000 تا سالون میخواد، هر سالون 100 متر، هر متر چند صد هزار تومن، مثلا میگه صدها میلیارد شد. خب از کجا بدیم؟ میگه یقیمون از صلات یقیمون از زکات، شاید از زکات بگیر، به مثل گوشتی که تو دنبه خودش چرب میکنی، سرخ میکنی گوشت رو، تو
چون نماز الان مثلا میخوان نماز جمعه بخونن، خب مصلا از کجا پول؟ مصلا خب مسجد جامع میخوایم، مصلا میخوایم، به هر حال نماز آب سرد آب گرم کن میخوایم، فرش میخواد، فرشش باید عوض کرد، بلنگو میخواد، مکبر میخواد، امام جماعت داره، رفت آمد داره، بالاخره اقامه نماز خرج داره. یا نماز عید میخوای بخونی، خیلی افرادی باید شب تا صبح امنیتش، حفاظتش، آبش، برقش، جادهش، ترافیکش، از کجای خرج بشه؟ من میگم شاید یکی از مصارف زکات هم همین که میگه که فی سبیل الله، چه راه خدا، یکیش بهترین مصداقش نماز میتونه باشه. حالا اینجا بحث از انفال، اونجا اصل روزا تبین کنم، این به نظر من آمد. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، یعنی علامت ایمان هم اینه که انسان در اموال عمومی دقت کنه، چون وتق الله داره، فتق الله، یعنی فتق الله وقتی میگه انفال مال خدا و رسول هم گفت فال نتیجن، پس تقوا داشته باشه، یعنی که بکش بکش نیست، اختلاس نیست، بیابونا رو به اسم خود سرد نده، تقوا داشته باش. به چه دلیل رفتید با یه ثبت اسنادی گره خوردید همینطور بیابونا رو به اسم خود سرد دادی؟ انفال بیابونا مال انفال خدا و پیغمبره، فتقال و فتقوا داشته باش، به چه دلیل تو سرد دادی به اسم خودت؟ بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داری این جاها در اموال عمومی با تقوا داشته باشی، وگرنه افراد هستن ممکنه تو جبهه هم برون اما در غنایم تقوا نداشته باشن. خدای تو به حق محمد آل محمد تقوا در همه مراحل به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.